خیلی خفن و عجیب غریبه که اصلا ما کاری باش نداریم. اینم بگم که در کل شیمی دبیرستان ما کاری به واکنش‌های هسته‌ای اصلا نداریم. هر چی واکنش بررسی می‌کنیم شیمیاییه. فقط در حد شاید یه عبارت همینجا می‌خونید که آقا هیدروژن و هیدروژن می‌خورن به هم هلیوم می‌سازن. حالا تو جهان تا اینجای قصه من و تو فقط هیدروژن و هلیوم وجود داره. قشنگ قصه رو گوش کن که بفهمی. فقط هیدروژن و هلیوم وجود داره. حالا این هیدروژن ها و هلیوم ها میان کنار هم دیگه. کم کم دما کم میشه. اینا هم تا حدودی متراکم میشن. هیدروژن میاد کنار هلیوم. دما کم میشه با کاهش دما. متن کتاب درسیته. اینا با هم دیگه نزدیک میشن. یه ذره متراکم میشن. به این مجموعه ابری اصطلاحا میگن سحابی. سحاب به معنی ابر دیگه تو عربیه. سحابی. یعنی یک مجموعه ابری. هیدروژن و هلیوم کنار هم دیگه قرار میگیرن، یه مجموعه ابری رو میسازن، به این میگن سحابی. پس سحابی چیز عجیب و غریبی نیست، توده های ابریه. توده ابری، هیدروژن کنار هلیوم قرار میگیره، یه مجموعه ابر مانند میسازه، به این میگن سحابی. خب ما ادعا میکنیم که از تو دل این سحابی ها ستاره به وجود میاد. چجوری این اتفاق میفته؟ بیا قصه رو بیا جلو. هیدروژن اومد کنار هلیوم، همین دوتا هم بودن تو جهان هستی، هیچکی دیگه تا اینجا قصه من تو اصلا وجود نداره. این دوتا میان کنار هم دیگه. کم کم با گذشت زمان، این گذشت زمان چند ده هزار ساله ها، از بگیر نکنه ده دقیقه یه رو بعدش این اتفاق افته، چند ده هزار سال. اینا از اون انفجار اومدن، کم کم دما کم میشه، از اون انفجار باید بگذره، دما کم میشه، اینا سرد میشن، با سرد شدنشون انگار اینا منقبض میشن. هممون دیگه انبساط و انقباض بلدیم دیگه. اینا با سرد شدن منقبض میشن، میان داخل هم دیگه، کنار هم دیگه قرار میگیرن، یه مجموعه میسازه که اصطلاحاً بهش میگن سحابی. حالا ادامه پیدا میکنه، این داستان میره جلو. داخل این سحابی هم دوباره همین اتفاق داره میفته دیگه. اینا هی سرد میشن، سرد میشن، سرد میشن، هی متراکم میشه، متراکم میشه، متراکم میشه، متراکم میشه. اونقدر فضای بین اینا کم میشه که از یه جایی به بعد اینا با هم واکنش های هسته ای انجام میدن. یعنی این مجموعه انگار همینجوری من دستمو جمع کنم، اینا رو متراکم کنم، متراکم کنم، تا جایی که من و تو، حالا داستانو بیار اینجا، من و تو از سطح زمین چی میبینیم؟ یه مجموعه ابری بوده، هی متراکم شده، متراکم شده، متراکم شده، اینا داخل هم دیگه رفتن با گذشت زمان، هی داخلش واکنش هسته‌ای داره انجام میشه، واکنش هسته‌ای که انرژی زیادی داره آزاد میکنه، داره نور وحشتناک تولید میکنه. من و تو از سطح زمین چی میبینیم؟ اینجاش خوشگله، من اینجاش خیلی خودم دوست دارم. من و تو چی میبینیم از سطح زمین؟ من و تو یه گلوله میبینیم، اونقدر اینا متراکم شده شبیه گلوله، که داخل این گلوله داره واکنش های هسته ای انجام میده. من و تو از سطح زمین داریم میبینیمش. به این بابا میگن ستاره. برای اینم کتاب درسی اومده نوشته بازش نکرده، اومده نوشته ستاره ها، یا از اون برش سحابی ها، محل زایش ستاره. یعنی ستاره انگار از تو دل سحابی وجود اومده. آقا فرق ستاره با سحابی چیه؟ ستاره به شدت متراکمتر از سحابیه. تو ستاره ما انگار یه هسته متمرکز داریم که دیگه تو سحابی این وجود نداره. تو سحابی فقط کنار هم دیگه قرار گرفتن. این تو ستاره است که متمرکز میشن، واکنش های هسته انجام میشه و ما میبینیمش. این میشه ستاره. حالا داخل این ستاره، اگه من این ستاره رو بزرگترش بکنم، داخل این ستاره واکنش‌های هسته‌ای داره دائما انجام میشه. یعنی این هسته‌های کوچولو و عنصرهای کوچولو هی به هم دیگه میچسبن، عنصرهای توپلتر رو میسازن. مثلا اول هیدروژن بود با هلیوم، هیدروژن میشه هلیوم، بعد هیدروژن میچسبه به هلیوم، مثلا هیدروژن میچسبه به هلیوم، لیتیوم میسازه، لیتیوم میچسبه به بابای دیگه، برلیوم میسازه، برلیوم میچسبه یکی دیگه، بر میسازه، بر میچسبه یکی دیگه، کربن میسازه، بعد نیتروژن میسازه. میبینی همینجوری این کوچولوها کنار هم دیگه هی تق 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 میچسبن به هم، همینجوری عنصرهای سنگین و سنگینتر رو میسازن. حرف کتاب درسیت میگه که عنصرها داخل ستاره ها متولد میشن. حرف درستیه. محل تولد یک ستاره، محل تولد یک عنصر
داخل یه ستاره است. داخل یه ستاره این عنصرهای سبکتر به هم میچسبن، هی عنصر سنگینا رو میسازن. دلیلش هم دمای وحشتناک بالاییه که شرایط رو مهیا میکنه برای این واکنش هستی. بعد شرایط باشه که هیدروژن بچسبه به هلیوم دیگه، بعد از هلیوم بچسبه لیتیوم. اینا باید باشه. این همون واکنش های هستیه که داخل یک ستاره انجام میشه. داخل ستاره از عنصرهای سبکتر، عنصرهای سنگینتر ساخته میشود. این اتفاقیه که داخل یک ستاره داره رخ میده. ادامه بدیم بحثو، بریم جلو، با من باش. خیلی بحث باحال و جذابیه. اما یه ستاره مثل یه آدم یه روزی متولد میشه، رشد میکنه و میمیره. حرف کتاب درسیته. ستاره ها متولد میشن، رشد میکنن و میمیرن. یک ستاره داخلش یه سری عنصرهای به خصوص میتونه ساخته.